اینکه اینو متوجه بشید من حدود تقریبا همون دو سه هفته پیش این برنامه رو دریافت کردم شاید شما هم دریافت کرده باشید که میدونید بچه هاتون کجا هستن و یک کلیپ واقعیه ولی حالا زیرش نمیشه نقشه کسیف سهیون برای کودکان اصلا ربطی به سهیونیستان نداره یه چیزی که واقعیت وجود داره حالا گفتم از یه تیترایی که استفاده میکنن و اصل فیلم چیه نگاه کنید and she brings it to my attention, thank goodness. I was very upset. I wanted to see this ad for myself, so we played this game over and over and over, and we never saw it, it never popped up for us. We got to thinking, why is this not showing up again? Because, you know, most of the ads repeat, and I, I had the idea, maybe this is targeting her. I put another phone in front of my face so the tablet couldn't see me, it could see her picture. And immediately the ads changed. They changed from picture ads that you could skip to video ads uh, that were a little bit longer. But still, this ad never popped up. We decided that we could put it in her hands and let her try one more time. So she played the app, and on the very huh. همونطور که میبینید بس میگه که این تبلیغات برای بچه ما پخش میشه ولی وقتی ما نگاه میکنیم برای ما پخش نمیشه یعنی تشخیص میده سمارت تبلغ و خب بهش میگن اسمارت فون هوشمند خوب دقت کنید به نکاتی که الان میخوام بگم ببینید این برنامه رو برید برید نگاه کنید این آدرسی که هست براتون دادم ارزم بزرگ شما که که اسمارت فون یا هوشمند تبلت ها اینها هستن الگوریتم های شخصی طراحی میشن. برای یه نمونه ساده این آقا این تو این برنامه که هست از دو نفر میخواد که همزمان در رابطه با کشور مصر با زدن کلمه اجیپت یعنی مصر همزمان توی دو جای مختلف چیکار کنن سرچ کنن خوب دقت کنید برای یکی از اینها دقیقا تو یک لحظه برای یکی از اینها در مورد جنگ و کشتار و انقلاب عربی و داعش و فلان میاد برای نفر بعدی توریسم و نمیدونم فلان خب خوب دقت کنید شما وقتی وارد گوگل میشید وقتی وارد مایکروسافت میشید یه قرارداد پنهان امضا کردید تمام اطلاعات شخصی شما بدون استثنا توسط ربات هایی هستن که کپچر میشن کپی میشن کوکی هایی که وجود داره و اینا علایق شما رو میفهمن شما فکر می کنید گوگل هیچ صفحه تبلیغاتی نداره گوگل که شما مثلا خیلی از این سایت ها چی این اطلاعات و پشت سر یه سری قسمت هایی هست حالا تو جای دیگه کار کرد. down to you منه های اینا کار کردم شما این اطلاعاتو نگهر میداره ذخیره میکنه اطلاعاتو به شرکت های تبلیغاتی میفروشه مثلا میگه تو ایران تو هند این شامپو رو بفروش اینا دنبال این شامپو ان اینا دنبال این وسیله ان اینا دنبال این گوشی ان بر اساس جستجوها و اطلاعاتی که جمع آوری میکنه از کشورهای مختلف مناطق مختلف و همینطوری برای شخص شما شما یه دفعه میبینید که اه. شما یه دفعه تو فکر این بودید که فلان چیزو بخرید اه. همین که تو گوگل میزنید اومد این چطوری تشخیص داده بر اساس علاقه شما جز... مثلا من یه روز اه... یادم میاد روشن کردم دم اومد برام پیام اومد که وقت خوابه اه. از بخاطر این از کجا فقط به خاطر اینکه چک کرده توی تبلتم توی موبایلم دیده که من معمولا دوره بر ساعت ده یازده شب میگیرم میخوابم این بر اساس همین چیکار میکنه دیگه یه الگوریتم یه طبقه بندی داره یا مثلا من تو تحقیقاتم هم همشم توی جنگ و داعش و فلانم حالا هر سرچی بزنم توی این مایه ها برمیاد نه من اگه توی دنبال هنر و عشق و نمیدونم توریسم و فلان جستجو کنم اون لینک ها رو به من پیشنهاد میده پس حواستون باشه آیا همچین چیزی واقع بله واقعیت وجود داره و خودتونم میتونید با دوستانتون چک کنید با جاهای دیگه با بقول معروف یا مثلا گفتم این فیلمو برید دقیقا توی انگلیش ویدیو دات دقیقا بررسی کرده فیلم کاملش رو ببینید که چطوری الگوریتم شخصی میشه و برنامه هایی که وجود دارن توی تدتاکه تد و آهان اه یه نکته ای که حالا چرا اینو گذاشتم توی تدتاک رو نذاشتم انگلیش ویدیو دات یه سایتی همون تدتاک داره ولی برای آموزش زبان خوبه یه نگاه بکنیم بهش خب این همون فیلمیه که گفتم برید نگاه کنید در رابطه با ارزمبوزو شما که سرچ گوگل و الگوریتمای شخصی سازی صحبت میکنه حالا چرا میگم از این سایت میتونید استفاده کنید برای آموزش زبان ببینید شما اینجا زبان هایی که دارید مثلا انگلیسی دیگه میتونید انتخاب کنید کلمه به کلمه برای شما چیکار کنه پرژین فارسی شو بیاره اگه ترجمه شو لازم دارید یا بیایید اینور مثلا مترادف این کلمات رو به قول معروف داره پخش کنه رو براتون بیان میکنه و میتونید چیکار کنید دابل کلیک کنید رو جمله‌ای که به قول میخواهید مثلا بیایید یه قسمتی رو براتون مثلا اینجا رو کنم دابل باید باید کنید. باید پخش کنه بعد ارزم شما که حتی تو قسمت لنگویج بتونید برید قسمت زبان زبان های دیگه انتخاب کنید به هر حال میتونید از این استفاده کنید و اصل سایتش هم از شما که من اینو بزنم بره اصل سایتش هم که اینها من اینو بزنم دات نت اصل سایتو میاره که فیلم های زیاد جالبی داره فیلم های علمی هستن آموزشی هستن که انگلیش ویدیو دات و اول میتونید برید لنگویج یا زبانتون انتخاب کنید زبان هایی که میخواهید مثلا مشاهده کنید هر زبانی که حالا هست مثلا پرژین فارسی رو انتخاب کنید و وقتی پرژین انتخاب کردید خیلی از این متن ها رو میبینید ترجمه شده اشو برای شما میذاره و میتونید فیلمو نگاه کنید پلی کنید و ببینید فیلم که سرچ داره جستجو داره چیزای مختلفی که داره و میتونه برای آموزش زبانتون خیلی چه مفید باشه با زدن پلی میتونید چیکار کنید اونو پخش کنید و گفتم اینجا میتونید چیکار کنید انتخاب کنید که حالا ترجمه که میشه با چیزایی که هست توی اسکریپتش میاد به چه زبانهایی باشه با کلیسی باشه کلمه با کلمه با باشه یا اصطلاحاتی که به قول معروف اینجا چیه پخش کنه رو برای شما هم بده و رو میتونید روش کار کنید اینم خوب شد که حالا اینجا مطرح کردیم و حتی ما سوای این که شما چه چیزی رو جستجو کنید این که کجا باشید کدوم کشور باشید و به چه زبانی جستجو کنید میتونه این نتایج فرق کنه متاسه ببخشید من یه عکسی رو میخوام نشون بدم شاید از نظر آموزشی اخلاقی کار درستی نباشه ولی خب برای آموزش و فهمیدن موضوع و به خصوص کارشناسا مجبورم این عکسی که حالا شاید اینور اونورم دیده باشید و نشون بدم که از نظر عاطفی یه نفر توی انگلستان میزنه نحوه خودکشی به انگلیسی است اولین چیزی که براش میاد چیه شماره کمک خاص که چطوری کمک کنن خدای نکرده این کارو انجام نده قدر زندگیشو بدونه ولی وقتی همین تو انگلستان میزنه به فارسی که روش ها و قرص ها و چی چرت پرت هایی که متاسفانه میاد همین الان من اینو توی همین جا توی کانادا دو تاشو با هم بزنم یکی رو به فارسی یکی رو به انگلیسی خب نتایج همینیه که متاسفانه مشاهده میکنیم پس حواستون باشه جستجوگرها برنامه ها بر اساس الگوریتم شخصی برنامه‌ریزی میشن و حتی زبان و, و خیلی چیزهایی که اصلا سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حالا برای اینکه ارزم بزرگ شما که متوجه بشید واقعا الان من توی دو تا صفحه در آن واحد توی کشور کانادا ببینید گوگل کانادا حالا کاری به گوگل اونی که گفتم گوگل انگلستان بود اون عکس ارزم به شما تو آمریکا جدا دیگه من دو تا کلمه رو با هم میزنم یعنی و هاو تو میکس ویزا می ولی با دو زبان مختلف یکی فارسی میزنم یکی به انگلیسی خب دو تاش هم سرچ میکنم در آن واحد در یه لحظه اینو میزنم ارزم شما که اینتر و اینم میزنم اینتر ببینید چه اتفاقی افتاد اینجا سری شماره کمک به ارزم بزرگ شما که اسمس در مورد اینکه سرویس هایی که به گفاده میشه برای عدم خودکشی سری توی کانادا و تمام اطلاعاتی که چطوری پروینشن جلوگیری کرد چه انسی داری چرا میخوایی ارزم بزرگ شما که یه نفر میتونه با شما صحبت کنه چیزهای مختلفی که وجود داره و ترغیب میکنه من این کارو نکنم در حالی که در فارسی روش ها رایج و فلان و آموزش خود در صد و چرت پرتینا خیلی معذرت میخوام خب متاسفانه همچین چیزی وجود داره و یه الگوریتم شخصی وجود داره بر اساس زبان جستجو فلان حتی گفتم زبان به این زبان فارسی با انگلیسی چیزهایی که اطلاعاتی است و ما باید روی اینا دقت کنیم حواسمون جمع باشه و خدای نکرده یه بد آموزی نداشته باشه دنبال همچین چرت پرتای خدای نکرده یه ده بگردن و ان که هیچ اتفاقی برای هیچ کسی نیفت و تمام عزیزان بدونن که زندگی بزرگترین موهبت الهی است که از طرف خداوند به همه ما اهدا شده شرایط برای همه یکسان نیست اتفاقات ناگوار هست مشکلات هست همه کشورها همه جا فکر نکنید که الان تو کانادا چه خبره همه نه بیایید تو واقعیت قرار بگیرید اون چیزی که میگن آواز دول از دور شنیدن خوشا همه جا هست آسمان یک رنگه یه مشکلاتی که اینجا دارن شما ندارید مشکلاتی که شما دارید شاید اینجا یا نداشته باشن و زندگی بر جریان حالا مونده که چطوری بزن. خودت لذت ببری استفاده کنی و بزرگترین موهبت الهی که زندگی به هر کسی داده شده قدرش رو بدونیم و خدای نکرده دچار اشتباه و لغزش و گناهی نشیم ما در مقابل این زندگی مسئول هستیم مشکلات برای همه هست تلاش کنیم مشکلات خودمون رو حل کنیم خدای نکردم فکر ناجورم نکنه کسی و متاسفم که این مثالو زدم شاید آموزش غلطی باشه بیان غلطی باشه ولی خواستم در جریان باشیم که حتی بر اساس زبان حتی بر اساس منطقه میتونه چیکار کنه این جوگرها برای ما اطلاعاتی رو بدن که باید روش کارشناسا کار بکنن که درست باشه مفید باشه و خدای نکرده مشکلی که برای کسی ایجاد نشه و اما بریم قسمت بعدی که قبلا مطالبی رو اشاره کردم اخبار کاملا دروغ و کذب یه یعنی نمونهش بحث چی بود که انجام دادیم حمایت اعلام کردن خیلی ها پخش کردن و خیلی هم موفق بود این خبر دروغ که پاپ رهبر کاتولیکا از دونالد ترامپ کار کرده حمایت کرده و کاملا دروغ بود یه یعنی نمونهشو از اخبار خودمون نگاه کنیم متاسفانه خب خیلی راحت روزنامه چاپ کرده آغاز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه باید. خوب دقت کنید دقیقا با حضور متخصصان ایرانی و اوکراینی آغاز بازخانی اطلاعات جعبه سیاه بوینگ 737 چی قشنگ دقت کنید تاریخ روزنامه رو نگاه کنید شنبه 21 دی ماه 98 الان همین الان که ما ارزم با حضور شما که 16 17 هم همه شهریور سال 1399 هستیم حدود یک سال داره به قول معروف تفاوت هنوز که هنوز این جعبه اطلاعاتش نیومده بیرون بازخانی نکرد یه بار گفتم می‌بریم اوکراین یه بار گفتم فرانسه می‌گیم نمی‌دونم اون موقع شنبه 21 دی ماه زده با حضور ببینید چقدر دروغ با حضور متخصصان ایرانی اوکراینی صورت گرفت خب چرا این کار رو میکنی عزیز من یا پایینتر نگاه کنید خبر بعدی شو مودسازی رسانه های غربی بازی موشک خیالی با هواپیمای اوکراینی رئیس سازمان هواپیمای کشور برخورد موشک به هواپیمای اوکراینی غیر ممکن است غیر ممکن است چه دروغ هایی پشت هم دروغ و دروغ چرا این نمیزنی و الان سند و مدرک بشه آبروی خودت و به گل کشور و جامعه ما رو ببری یا خبر پایینش نگاه کنید تو رو خدا نگاه کنید دلیلی ندارد کیمیا علیزاده به کشور دیگری برود چی گفته اینو رئیس فدراسیون تکواندو اینم خبر رو برداشت اینجا زده خب دلیل نداره خب من یه سوال دارم الان کیمیا علیزاده کجاست شما که میگید دلیل نداره دقیقاً همون هفته و به گل مر خبراشو پیگیری کنید الان کیمیا علیزاده بس نیاییم عزیز من تابلو سند دروغ رو بگیم بیان کنیم بدون سند و مدرک اصلی و به خاطر تیتر فروشمون فردام آبروی خودمون و اون طرفدارانمون و حامیامون و کشورمون و کل جامعهمون از بین یه مقدار ملاحظه کنیم که این خبری که داریم میدیم منبع درست حسابی باشه دقیق باشه فردا بتونیم چیکار کنیم ازش دفاع کنیم